تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشد و ما هم یه تفسیر 4-5 دقیقه تقریبا داریم. وارد جزء 23 شدیم از اول قرآن، سوره یاسین هستیم و آیه 30 بشنوید. یا حسرتا على العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون. ای حسرت، ای دریغ بر انسان. انسان چرا همچه میکنه؟ هیچ پیغمبری نیومد جز اینکه مسخرش کرد. این آیه دنبال آیات قبله که ما پیغمبران فرستادیم برای مردمی، لجاجت کردن، گوش ندادن. یه نفر از دورترین اقصى المدینه، از دورترین جا با فریاد یک مجاهد مبلغ مخلص آمد به حمایت پیغمبرا و به مردم گفت چرا ایمان نمیارید؟ حرف منطقی، پیغمبر معصوم. اون رو هم حامیشان کشتن، به پیغمبرا ایمان نیاوردن، حامی پیغمبر رو کشتن. ما اینها رو نابود کردیم. حالا میگه یا حسرتن علی العباد. چرا دیگه روزه این ماجراست؟ چرا انسان اتا میکنه؟ انسانی که میتونه با حمایت انبیا به جای برسته که بگه جعلنی من المکرمین، به جای برسته که با صیحه الهی، صیحه که خداوند ایجاد میکنه، خاموش بشن و نابود بشن. یا حسرتن علی العباد. لجاجت مقدمه حسرته. یا حسرتن علی العباد، اینا که لجبازی کردن حسرت خواهند خورد. از تاریخ عبرت بگیرید. آگاهی به تاریخ انسان را بیمه میکنه. دیگران لجبازی کردن، نابود شدن، حسرت خوردن. شما دیگه لجاجت نکنید، نابود نشید، حسرت نخورید. کانو بهی است از اون. ما یأتیهم من رسولن. من رسولن یعنی همه پیغمبران مورد مسخره می‌شدند. اینم نه مسخره لحظه‌ای. کانو بهی یستهزئون. کلمه کانو یعنی همیشه، یستهزئون یعنی همیشه. یعنی کار مخالفین مسخره بود. یعنی مبلغان دینی خودشون آماده کنن، منادیان حق خودشون آماده کنن که کالیکاتور برشو بکشن، مسخرهشو کنن، حذف کنن، طنز درست کنن، جوک درست کنن، اسمس بفرستن. ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. در طول تاریخ همه انبیا گرفتار این افراد لجوج مسخره کننده بودن. بریم سراغ آیه 31 بشنوید. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. آیه 32. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. چرا اینا پیغمبران رو مسخره میکنن؟ چرا منطق و معجزه رو میبینن و باور نمیکنن، تمکین نمیکنن؟ الم یرو کم اهلکنا، اینا ندیدن چه اقوام زیادی رو ما من القرون، از نسلهایی رو که هلاک کردیم؟ اینها دیگه به سوی این کفار بر نمیگردند. و این کل لما جمیع محضرون، نیستن اونها مگر اینکه همون نزد ما حاضر میشن. یعنی الا ولا بود قیامت ما اینا رو احضار میکنیم و کیفر لجاجتشون میدیم. چرا پیغمبرا رو مسخره میکنن؟ چرا در طول تاریخ همه انبیا رو مسخره کردن؟ این مردم مکه که لجاجت میکنن خبر از تاریخ ندارن، خبر از سرنوشت آدمای دجوج ندارن، خبر از هلاکت ما لجوجان رو نداریم که چطور ما لجوجان رو هلاک کردیم. علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، ندیدن چه نسلهایی رو قبل از اینها ما هلاک کردیم؟ اینها که دیگه لا یرجعون، دیگه بر نمیگردن. آیا اینها نمیدونن که ان کلون لما جمیع لدینا محضرون، نیستن اینها جز این که نزد ما احضار میشن و کیفر کارشون رو میبینن؟ یه علمگره و توبیخه. کسی که از تاریخ درس نگیره با توبیخش که میگه کوری، میگه نمیبینی، میگه نمیبینی که تاریخ به هم شباهت داره. یعنی اگر اونها را حرکت دادیم شما را هم اونها نتیجه طغیانشون نابودی بود، شما هم نتیجه طغیانتون نابودیه. تاریخ یه قانونی داره، یه سنتی داره،
هر چی بره گذشته ها بود فوتوکپیش بره شما هم هست. این نقل تاریخ یک هشدار برای آدمای لجباز که شما هم سرنوشتی بدی دارید و یک تسلی و دلداری هم هست برای پیغمبر که نتیجه استهزاء انبیا هلاکته. بعد از قهر خدا هم راهی بره برگشت نیست، دیگه فرصت جبران نیست، فرصت عدس ندهید، لا یرجعون، دیگه اینا بر نمیگردن توبه کنن، رفتن. تازه هلاکت کفار پایان کارشون نیست، آغاز کارشون. لدینا مخبرون، در دنیا که هلاک شدن نیست نمیشن، تازه بعد از هلاکت در دنیا تازه حالا احضار میشن برای کیفرهای قیامت و تمام مردم هم در قیامت یه جا حاضر میشن. کفار لجاجت نکنید، از تاریخ عبرت بگیرید، منطق و معجزه انبیا را بپذیرید. بریم سراغ آیه 33. و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. شما شک دارید که زنده میشید؟ اگر شک دارید بسم الله. آیت لهم الارض المیته، نشانه ای که خداوند دو مرتبه ایلجوجها و غیر ایلجوج همه زنده میکنه، جمیع لدینا محضرون، نشانه ای که خدا قدرت داره همه مردار رو زنده کنه اینه. و آیت لهم که چی؟ نشانه چیه؟ الارض المیته، زمین مرده رو باران میفرستیم، احییناها زنده میکنیم، از همین زنده اخرجها منها حبا، دانه های از زمین بیرون میاریم، فمنهای اکلون، که بخش از این دانه ها مصرف میشه، خودشون میخورن. یعنی هر دانه ای که از زمین میرویه مثل مرده ای که در قیامت از قبر برمیخیزه، این نشونه. و آیت اللهم نشونه. برای اثبات حقانیت خود به نمونه ها بگیم. من میگم قیامت هست و در قیامت همه احضار میشن. نمونه همین گندم میره تو زمین، دو مرتبه میاد بیرون. دلیل های قرآن هم دلیل های دائمی، عمومی، غیر قابل انکار، ساده، همه جایی. برای اثبات قیامت میگه به همین دونه نگاه کن، رفت و خاک برگشت. خب اگر میخواید بهترین دلیل برای معاد همینه که در مخلوقات، در همین نباتات، در همین بهار، در همین سبز شدن درخت ها، بهترین نمونه معاد استفاده از همین طبیعته. پس شک نکنید، به همون دلیلی که دانه میره تو خاک برمیگرده، شما میره تو خاک برمیگردید. و السلام علیکم و رحمت الله.